به نام خدا. سلام علیکم خانم ها، آقایان. این برنامه درجه که دارید نگاه میکنید. به نظر میرسه که ذهن بشر مثل معدش سیری ناپذیره. هر چقدر که بهش خوراک میدی از خیال، باز هم میخواد که یه چیز بیشتری داشته باشه. یه زمانی دنبال ماشین بود، بعد دنبال هواپیما رفت و بعد دنبال یه چیزی بین ماشین و هواپیما. در دهه 1930 پیش از اینکه شرکت‌های بزرگ مسافربری هوایی تأسیس بشن، دولت ایالات متحده از ساخت و توسعه هواپیمایی ارزان قیمت حمایت می‌کرد. هدف ساخت هواپیمایی مطمئن و ساده بود که هر کسی از عهده خریدش بتونه بر بیاد. حتی به فکر ساخت هواپیمایی افتادن که بتونه مثل یک ماشین روی جاده حرکت بکنه و هر زمانی که لازم باشه به پرواز در بیاد. هنوز هم این فکر وجود داره. عده‌ای هنوز هم در صدد ساخت اتومبیل پرنده هستند. برای ساخت هواپیماهای ارزان قیمت به سازندگان آن کمک مالی شد. طرح‌های جالبی به دست آمدند. با وجود این، هیچ یک از آنها به تولید نرسیدند. هواپیمای فالتون در سال 1946 به پرواز درآمد و به نام اولین اتومبیل پرنده به ثبت رسید. هواپیمای فالتون کابینش دو برابر بود و به شکل یک اتومبیل در می آمد. برای پرواز ملخ، بالها و دم را به آن وصل می کردند. متاسفانه کسی پیدا نشد که در این راه سرمایه گذاری کند. اما هواپیمای فالتون قوه تخیل مهندس هوانوردی مورت تیلور را تسخیر کرد. مولت و همکارانش اتومبیل کاملی را طراحی کردند که اجزای هواپیما را میشد به آن اضافه کرد. اولین نمونه در سال 1949 تکمیل شد. تیلور سالها پیش از اینکه کوروید از فایبر گلاس در ساخت اتومبیل ها استفاده کند، برای کاهش وزن هواپیما از آن استفاده می کرد. هنگام رانندگی بالها، بدنه عقب و دم مانند یک کاروان در پشت اتومبیل کشیده می شدند. تبدیل اتومبیل پرنده از هواپیما به اتومبیل در حدود 10 دقیقه طول می کشید. اگر خلبان با هوای بدی مواجه میشد، میتوانست به راحتی فرود آید، روی جاده از داخل طوفان عبور کند و زمانی که شرایط مساعد میشد دوباره به پرواز درآید. این اتومبیل پرنده شهرت خاصی کسب کرد. اتومبیل پرنده تیلور به رغم شهرتی که کسب کرده بود، 100 عدد از سفارش های خود را نتوانست تحویل دهد و به تولید انبوه نرسید. فکر میکنید توی 50 سال پیش، یعنی دقیقاً نیم قرن گذشته، اتومبیل سازا دنبال چه چیزی بودن و خیال پردازا چه فکری میکردن؟ در حالی که خیال پردازان علمی تخیلی به خلق آیندهی خیالی مشغول بودن، مهندسان چیره دست امید خودشون رو در آینده متوجه اتومبیل کرده بودن. تصویر دلپذیری برای آینده از سوی جنرال موتور در سال 1956 ظاهر شد. نبودن تراکم آمد و شد در دنیایی آرمانی. این رویایی بود که جنرال موتور اون رو باور داشت. این رویا که اتومبیل‌ها در جاده‌هایی که طراحی مناسب دارن، آرمان شهری دلپذیر، سبز و به دور از آلودگی به ارمغان میارن. ولی این رویا واقعیت پیدا نکرد. به گمان من ما یه هیولا به وجود آوردیم. الان یک سفر تک نفری شامل حرکت و رسیدن به مقصد یک معضله و معضلی است برای اغلب ما. داستان‌های تخیلی راه حلی آماده داشت. ورود به گستره آسمان. از اونجا بیا بیرون. نمی‌دونی که فقط 3 دقیقه میتونی اونجا توقف کنی؟ یکی از رویاهای جدی داستانهای تخیلی اتومبیل بالداره، رویایی که قابل تجسمه. تصویر هولنگیزی در دنیای واقعی که از تکثیر میلیونی اتومبیل‌های بالدار به صورت کابوس جلوه‌گر میشه چیزیست که اونها بهش فکر نکردن. و حال آدمای زیادی بودن که رفتن تا جامعه عمل به رویاهای خودشون بپوشونن، از جمله فردی به نام پل ماولر که یک طراح اتومبیل پرنده هستش و البته اتومبیل پرندهش هم ویژگی‌های خیلی منحصر به فردی داره. در تصویری که در پیش رو خواهیم داشت، به جز پل ماولر که راجعش صحبت کردم، فردی به نام دنیس بوشنر که متخصص ماشین‌های پرنده ناسا هم هستش صحبت میکنه و به ما میگه که آیا واقعاً این ماشین‌های پرنده در زندگی ما جای خواهند داشت یا نه.
چه بلایی سر ماشین آسمانی پل مالر خواهد آمد؟ شتاب 0 تا 60 در کمتر از 5 ثانیه و سرعت نهایی 560 کیلومتر در ساعت. کارهای نهایی روی موتور آن در حال انجام است. گمان نمی کنم که وضع ماشین آسمانی در آینده زیاد تفاوتی با وضع ماشین در حال حاضر داشته باشه. فقط میشه خیلی سریعتر و تا جاهای دورتر رفت. دنیا خیلی کوچکتر میشه. تصور می کنم پرواز در مقایسه با رانندگی در روی زمین خیلی امن‌تر باشه. آیا این ماشین واقعا پرواز میکنه؟ دنیس بوشنل متخصص ماشین‌های پرنده در ناسا است. من نمیدونم چرا نباید بتونه پرواز کنه. این ماشین خیلی جالبه. فناوری‌های متفاوت سرانجام در کنار هم به آنچه که رویای فضانوردی از آغاز اون در نیمه اول این قرن بوده رنگی از واقعیت میبخشه و این رویا همان سفر انفرادی در حمل و نقل هواییه. صبح سوار اون وسیله میشید، اینه که سوار اتومبیلتون میشید. مثلا اگر میخواید از سان فرانسیسکو به لس آنجلس برید، یک شماره بهش میدید. وسیله پس از رسیدن شما به محل پرواز، مثلا در پیاده روی منزل و شاید سر چهارراه، با فشار دادن یک دکمه به پرواز در میاد. مدار الکترونیکی وارد عمل میشه و شما پرواز میکنید به سوی مقصد. شما رو میبره به آسمان با سرعت 560 کیلومتر در ساعت، تقریبا به خوبی یک هواپیمای جت. شما میتونید تا رسیدن به مقصد روزنامه ها رو بخونید. لطف این قضیه در اینه که اساسی که به اون نیاز دارید در واقع همین جاست. شما مجبور نیستید به دنیا ثابت کنین که این کار شدنیه. این کار زمانی شدنیه که متفاوت و بزرگ فکر کنید. اتومبیل دستگاه فوق‌العاده‌ای بوده، ولی حالا دیگه وقتش رسیده که شما به امکاناتی که با یک وسیله هوایی در اختیار شما قرار میگیره فکر کنید. آزادی در آسمان ها یا مبارزه در ارتفاع 3000 متری. به زودی منتظر پرواز آزمایشی ماشین های آسمانی باشید. در روسیه این نمونه های ماشین های آسمانی وجود دارند. این ماشین که در یکی از محرمانه ترین مجتمع های نظامی شوروی سابق طراحی شده، امید روس ها برای مسافرت های راه دور در آینده است. ساکنان ساراتوف با دیدن این پروازهای آزمایشی اولیه خیال کردند که مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتند. نمونه های مشابه بزرگتری در حال ساخت است. مدل بزرگ آن قادر است هم در آب و هم در خاک فرود آید و می تواند 2500 مسافر را هم کند که 5 برابر بیش از جامبو جت های امروزی است. ولی به رغم ظاهر متفاوت و پیشرفته ای که دارد، از همان فناوری جت های امروزی سود میبرد. خانم آقایان، خیلی خوشبخت بودم که امروز تونستم از طریق برنامه درج با موضوع ماشین های پرنده در خدمت شما باشم. اما فراموش نکنید سامانه پیامکی 3004 در اختیار شماست تا از طریق اون به آرشیو طلایی شبکه 4 دسترسی پیدا کنید و هر موضوعی رو که دوست دارید بردارید، انتخاب کنید و در قالب برنامه درج مشاهده کنید. خدا نگهدار.